ایالت کارولینای جنوبی در ردیف اماکن کمباران و کم آب آمریکا به حساب نمی آید اما وقتی تنها در چهار روز 60 سانتی متر باران ببارد مصیبت به بار خواهد آورد سیل آنچنان غافل گیر کننده بود که حتی وانتبارهای نیمه سنگین را نیز به راحتی حرکت می داد و زمین فوتبال را نیز به صورت استخر درآورده بود مقام های ایالتی برای نجات برخی از مردم که در سیل گرفتار شده بودند از هلیکوپتر استفاده کردند احتمالا the لحظه زندگیم بود. بهویژه که کودکی دو ساله در بغل داشتم. فرماندار ایالت سیل زده هم میگوید ماموران به سختی قادر به کنترل اوضاع هستند. We have currently have 40,000 people right now without water. همکنون چهل هزار نفر آب ندارند و مأموران سعی می کنند تا هر چه سریعتر آب آشامیدنی را وصل کنند. به طور متوسط 26 هزار نفر هم برق ندارند. به محض آنکه یکی را وصل می کنیم، دیگری قطع می شود. تصاویری که روز دوشنبه و با هواپیمای بدون سرنشین گرفته شده، آب گرفتگی راهها و گرفتار شدن خودروها را نشان می در این تصاویر مناطق وسیعی از شهرها و شهرکها دیده می که به صورت جزیره درآمدهاند در برخی مناطق آب تا پشت بام خانه ها بالا آمده و برخی با قایق های شخصی به آسیب دیدگان کمک می کردن. همونطور که روی پشت بوم خونه ایستاده بودم تا دیده بهتری داشته باشم یادداشتی پیدا کردم که نوشته بود ما توی زیر شیروانی به تله افتادیم. مقام های ایالتی هشدار داده اند که این سیل سنگین که بر اثر باران های شدید ایجاد شده خطر نشست زمین و جاده ها را نیز افزایش داده است. فرماندار ایالت کارولینای جنوبی 600 نفر از اعضای گارد ملی را به محل اعزام کرده و اداره فدرال مدیریت حوادث غیر مترقبه نیز 80 نفر از کارشناسان کاوش در مناطق شهری را به همراه سگ‌های نجات و قایق‌های تندرو به کارولینای جنوبی فرستاده است. سیران شرفی صدای آمریکا